ندیم هستم، 32 سالمه، درس میخونم، کار میکنم در ارتباط با کار تلویزیونی و برنامه‌سازی. دنیای امروز رو چند وجهی میبینم و متاسفانه وجه تاریکش الان خیلی پررنگ‌تر شده. دنیایی که سرشار از زیبایی‌ها، سرشار از چیزایی که هر کدومش میتونه به تنهایی کلی باعث آرامش خاطر و شادی و کلی انرژی خوب بشه، ولی متاسفانه اتفاقاتی داره میفته توی تمام نقاط دنیا که واقعا تأسف برانگیزه. من تو ایران شاهد یک مدل خاصی از نجات پرستی بودم. وقتی که اومدم اینجا، متاسفانه اینجا هم در واقع یه شکل دیگه از نجات پرستی رو دیدم و اثرات بسیار بسیار عمیقی رو روی آدم ها میذاره. نسل ها نمیتونن فراموش کنن. احساس درونی ما انسان ها همه یکی هست، ولی چطور میتونیم باور کنیم که یه آدمی فقط به صرف این که شاید رنگ پوستش فرق میکنه یا از یک ملیت دیگه هست یا با یک زبان دیگه صحبت میکنه بهتر از ما هست؟ دنیای بهتر دنیایی که هر آدمی احساس خوشایندی توش داشته باشه و حس بکنه که الان که وجود داره توی این زمان، توی این مکان، جا مکانش درسته و اثر بخشه و خوب همه چیز، اون احساسی که خودش از محیط دریافت میکنه و به محیط متعاقباً میده. بنابراین وقتی که ما این بتونیم کاری رو بکنیم که این حالت تومون وجود داشته باشه، به نظر من در حال ساختن اون دنیای بهتر هستیم. ناخودآگاه چیزای منفی همیشه هست، نمیشه کاریش کرد، یا اتفاقات ناخوشایند همیشه هست، جزئی از زندگی، سهمش مساوی شاید هست، حتی بیشتر از اتفاقات خوب زندگی ما، ولی مهم اینه که این خوب و بدها با هم در کنار همدیگه ابزاری میشه برای ساختن یه فردای بهتر و این میشه دنیای بهتر به نظر من. خیلی احساس ناامید کننده ای دارم در راجع به قضیه صلح و اینکه کی قرار این اتفاق بیفته، هرچند که یه اعتقاد قلبی دارم به اینکه این جریان اتفاق خواهد افتاد و حتمی خواهد بود، ولی زمانی که ما واقعا بفهمیم چه خبره از ته دلمون و درک کنیم که اون اتفاقاتی که برای یه مردمی توی اون سر دنیا داره میفته واقعا یه جورایی تاثیراتش تو زندگی ما وجود داره و در بدترین حالت ما میتونستیم جای اونا باشیم، شاید قرعه خورده فقط اون طرف داره این اتفاق میفته و اون حس مسئولیت پذیری ما نسبت به همه جهان بیدار بشه، چون هم به نظر من همه داریم ولی شاید استفاده نمی کنیم یا در جهت درست استفاده نمی کنیم. اگر ما اون رو در جهت درست هدایتش کنیم، شاید بتونه کمکمون کنه که زودتر فعال شیم در جهت انجام دادن فعالیتی که منجر شه به صلح. و کاری که ما میتونیم انجام بدیم به عنوان جوان توی دنیا اینه که تمرکز کنیم و ایمان داشته باشیم به این که کارهای جزئی که ما هر کدوم به عنوان یه آدم داریم انجام میدیم یک انرژی و یک تأثیری در اون فرآیند صلح خواهد داشت و به مرور مثل دونه دونه آجره که چیده میشه در نهایت این عمارت صلح به وسیله همین فعالیت‌های ریز و درشتی که ما تک تکمون انجام میدیم شکل خواهد گرفت. خدمت به جامعه بشری مفهوم زیباییه، ولی یکم شاید مساق پیدا کردن براش سخت باشه، به خاطر اینکه یه کلمه خیلی کلیه. یعنی خب خدمت که مشخصه چیه، جامعه بشری هزاران هزار بافت و جزء و طبقه و سازمان بندی در واقع داره که تو هر گوشهش میشه که کسی یه کاری کرد. بنابراین اینکه ما مستقیم فکر بکنیم به این جریان و در جهت اینکه مفید باشیم تو جامعه قدم برداریم، خود به خود داریم کار انجام میدیم. احتیاجی نیستش که خیلی کلی فکر بکنیم که حالا اون جامعه بشری چی هست و ما داریم چی کار میکنیم. مهم اینه که مفید باشیم و شروع کنیم یه کاری رو انجام دادن و به سمت جلو حرکت بکنیم. من بی‌نهایت لذت میبرم از اینکه با آدمای جدید ارتباط برقرار کنم و دوست دارم و این کار به من بسیار بسیار انرژی مثبت و خوبی میده. هم احساس میکنم که خودم زنده هستم، هم احساس میکنم که دارم چیزی یاد میگیرم. همین حس علاقه به آدمها تو من زنده میمونه و در این حال دوستان جدید پیدا میکنم. همه چیزش برای من بی نهایت خوب و عالیه، به خصوص اینجا که آدم ها از ملیت های مختلف هستن، با زبون های مختلف صحبت میکنن و روش ارتباط برقرار کردن یکم متفاوت میشه با جایی که خب همه هم زبون هستن و خیلی راحت میتونیم این کار انجام بدیم. بنابراین هم روش های جدید به وجود میاد، هم مدل های مختلف آدم و اخلاق های مختلف و اون زبان مشترک لبخنده و نگاه کردن خیلی خیلی
کارکردش بیشتره در وهله اول، ولی بی نهایت احساس خوبی رو به من میده، فرقی نداره در نهایت. من زیاد فکر میکنم به این اتفاقاتی که تو دنیا داره میفته و خیلی ناراحتم میکنه. چیزی که آرزومه اینه که واقعا یه روزی برسه که این آدمایی که قدرت دستشونه و اینطوری دنیا رو بازی میدن به این نتیجه برسن که این مسائل باید متوقف بشه و هیچ چیزی ارزش جنگیدن و از بین بردن جون این همه آدم رو، این همه زندگی رو نداره. بالاخره یه روز خوب میاد.